یادداشت بکنن دوستان. خب بچه گلم بریم صفحه بعد، صفحه 73 فکر کنید هستش. خب در بخش فکر کنید اشاره کرده که در هر تصویر سطح شیبدار چگونه به آسان شدن کارها کمک میکنه. خب همونطور که توی تصاویر دارین میبینید تعدادی پله یا سرسره که توی بوستان ها وجود داره، پارک ها وجود داره، سقف خونه های شیروانی، ارزم به حضورتون که نردبان یا پیچ های جاده های کوهستانی و در نمونه آخر سطح هایی که ساخته میشه برای افرادی که معلول هستن برای عبور از اون مکان ها، میخواییم به اینها بپردازیم. خب میریم یک صفحه جدید باز میکنیم و من موارد رو یادداشت میکنم. خب بچه گلم سطح شیبدار در کارهایی مثل از پله بالا رفتن، البته چون توی تصاویر پله هم داشتیم، نردبان هم داشتیم، پله و نردبان شبیه هم عمل میکنه، من نردبان رو هم همینجا یادداشت میکنم. از پله و نردبان بالا رفتن یا محل عبور معلولین سقف های شیروانی سقف های شیروانی در زمان بارش باران و بالا بردن وسایل به ما چکار میکنن؟ کمک میکنن و به طور کلی هر چقدر سطح شیبدار طور کلی خب طور کلی هر چقدر سطح شیبدار زاویه کوچکتری با سطح زمین بسازد، یعنی چی زاویه کوچکتر با سطح زمین بسازد؟ دقت بکنید این سطح زمین ما، این زاویه که ساخته میشه بدین قرار هست. فرض کنید ما سطح شیبدارهایی درست کردیم، این یه سطح شیبدار، این یه سطح شیبدار، این یک سطح شیبدار، یا مثلا این یک سطح شیبدار، این یه سطح شیبدار. این زاویه که ازش داره صحبت میکنه این قسمت هست. میگه به طور کلی سطح شیبداری که ما داریم ایجاد میکنیم زاویه کوچکتری با سطح زمین درست بکنه، در از انرژی کمتری
یا نیروی کمتری صرف میشه برای جابجایی اجسام. ببینید همونطور که توی تصویر داری میری این از همه تندتره، 90 درجه هست از همه تندتره. حالا ما وسایل دقیق اندازه گیریش رو نداریم، ولی بر حدس میتونیم عنوان بکنم اگر این 90 درجه باشه، فرض بگیریم این 80 درجه هست، خب در مرتبه بعدی این قرار میگیره از حیث دشوار بودن جابجایی. ولی کمترین زاویه که الان تشکیل شده، فرض بگیرید این با 10 درجه باشه، قاعدتا شاید طول مسیر افزایش پیدا کرده، ولی میزان نیرویی که هزینه میشه برای جابجایی اجسام تو اینجا کمتر هستش. خب بریم ادامه بخش توضیحاتمون. گفتیم که سطح شیبدار زاویه کوچکتری رو با سطح زمین بسازه به یک نوعی، یعنی که یعنی مفهومش این میشه یعنی چه اتفاقی بیفته؟ شیب ما کمتر بشه، یعنی شیب کمتر باشد با صرف نیروی کمتری اجسام از پایین به بالا می روند. در سرسره بازی هرچه شیب بیشتر باشد چه اتفاقی میفته بچه؟ شخص راحت‌تر سر میخورد، شخص راحت‌تر سر میخورد و سریع‌تر پایین میآید، که البته هم شیب خیلی زیاد هم خیلی کم خیلی کم در سرسره مشکل ساز می شود. خب برگردیم به کتاب، ادامه بخش کتابمون. خب بچه اشاره کرده به این که با استفاده از سطح شیبدار ما می توانیم اجسام رو به آسانی از پایین به بالا ببریم یا از بالا به پایین بیاوریم. برعکسش، برای مثال بالا رفتن و پایین اومدن از یک دیوار بلند سخت هستش، اما با استفاده از نردبان می توانیم این کار رو به آسانی انجام بدهیم. فکر کنید، عنوان کرده که چرا کف آشپزخانه ها و حمام و سطح خیابان ها رو کمی شیبدار درست میکنند. خب ما اینجا یادداشت میکنیم، چون در این مکان ها
چون در این مکان ها امکان جمع شدن آب وجود دارد و سطح شیبدار چکار میکنه؟ آبها را به آرامی به سمتی که باید آب از آنجا، من اینجا یادداشت میکنم، آب از آنجا خارج شود چکار میکنه؟ هدایت میکند هدایت میکند و به این ترتیب و به این ترتیب از جمع شدن ترتیب از جمع شدن آب و آب گرفتگی جلوگیری می شود. آب گرفتگی جلوگیری می شود. برگردیم به کتابمون. خب بچه اشاره میکنه به گوه، که گوه چیست؟ در ساختمان سازی از ابزارهایی مانند کلنگ برای کندن زمین و بیل هم برای جابجا کردن خاک استفاده می شود. این ابزارها چگونه کارها رو آسان می کنند؟ خب سوالی که در این قسمت از ما پرسیده که چگونه این ابزارها کارها رو برای ما آسان می کنند، توی بخش مقایسه کنید با انجام دادن این فعالیت ما بهتر این رو درک می کنیم. عنوان کرده که یک سیب رو بردارید و با کارد به آن نیرو وارد کنید تا چه اتفاقی بیفته؟ بریده بشه. یک سیب دیگر رو بردارید و با دسته قاشق چکار بکنیم؟ حالا ما به اون نیرو وارد بکنیم تا همون بحث برش اتفاق بیفته. در قسمت سوم ما کرده که بریدن سیب در این دو حالت رو با همدیگه مقایسه بکنید و بیان بکنید که توی کدوم حالت سیب راحت‌تر با نیروی کمتری بریده می شود. می خواد اینجا با انجام این فعالیت ما به درک درستی از همون گوه برسیم. خب من اینجا یادداشت می کنم که با استفاده از کارد راحت‌تر و با نیروی کمتری چی میشه بچه های گلم؟ سیب را میتوان برید چون لبه کارد تیزتر و نازکتر است و شبیه
سطح شیبدار عمل می کند و کار رو چکار میکنه برای ما و کار رو برای ما آسان می کند. اما دسته قاشق اینطور نیست. حالا از دسته قاشق هم حتی ما استفاده نکنیم، خود اون کارد یا چاقو دقت میکنید که یک سمتش خیلی تیز نازک و بخش برشش هست و پشت یعنی نقطه مقابل همین سطح یک سطح ضخیمی ما داریم مثل همون دسته قاشق. ما حتی با خود این کار رو بخوایم با سمت دیگر کارد هم انجام بدیم با همین مشکل مواجه میشیم. خب توی خود کتاب هم به این موضوع اشاره کرده که یک لبه کارد نازک‌تر از لبه دیگر آن است. هنگامی که با کارد به سیب نیرو وارد میکنید، کارد به آسانی سیب رو حالا به اون شکل‌ها و قسمت‌هایی که ما می‌خوایم تقسیم می‌کنه، در حالی که وقتی این کار رو با دسته قاشق داریم انجام میدیم این اتفاق نمی‌افته. در شکل زیر وسایل و ابزارهایی رو ما می‌بینیم که قسمتی از اونها شبیه کارت هستش. هر یک از این وسایل در زندگی ما چه کاربردی داره؟ خب با توجه به جنس فعالیت که افراد دارند اینها کاربرد داره. تبر، گوبه نجاری، کاردک، مغار، میغکش و کلنگ. ما اگر بخوایم یک تعریفی از گوبه داشته باشیم به طور کلی اینطور بیان میکنیم: به وسایلی که یک لبه اونها از لبه دیگرشون نازکتر باشه اصطلاحاً گوبه گفته خواهد شد. خب پس این تعریفی از گوبه هست. این وسایل کارها رو برای ما آسان‌تر میکنن. گوبه ها شبیه به سطح شیبدار هستن، اما کاری که انجام میدهن با سطح شیبدار حواسون باشه تفاوت داره. از گوبه برای کندن، بریدن، قطع قطع کردن اجسام استفاده میشه، ولی سطح شیبدار بچه گلم برای جابجا کردن اجسام به کار برده میشه. خب اشاره کرده به اینکه مغار وسیله که تیغه تیز و برنده داره و برای کندن و تراشیدن چوب به کار میره. اگر گذرتون به نجاری بیفته قطعا این وسیله رو میتونید از نزدیک ببینید. خب اشاره کرده در بخش فکر کنید که به شکل روبرو توجه کنید و توضیح دهید که با چه ابزاری میتونید تنه ضخیم و مقاوم درختی رو ما بیایم خرد کنیم. خب با استفاده از من همجا یادداشت میکنم، با استفاده از تبر سلام خدمت دانش آموزان عزیز. در ادامه درس میرسیم به درس حکایت عمر گرانمایه، عمر با ارزش. گرانمایه یعنی عمر با ارزش. ترکیبش هم ترکیب وصفیه. دو برادر بذار اول روخانی کنم. دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی. باری توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی. گفت تو
تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن. به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی برگرفته از کتاب گلستان. دو برادر بودند، اینجا فعل هست شده، یکی خدمت سلطان کردی، یکی از اونا یکی به سلطان به یکی خدمت سلطان کردی، یعنی یکیشون به پیش یک سلطانی، پیش یک بزرگی، پیش یک پادشاهی خدمت میکرد، اونجا کار میکرد، و دیگری و رفت اینجا. دیگری یعنی اون یکی داداش دیگه. به زور بازو نان خوردی، خدمت کردی، یکی به سلطان خدمت کردی، یعنی خدمت میکرد. نثر قدیمی، خدمت سلطان کردی یعنی به سلطان خدمت میکرد، و دیگری به زور بازو نان خوردی، نان خوردی یعنی نان میخورد. منظور از اینجا نان خوردی یعنی میخورد. حالا نانشو بذار پاک کنم یک نحوه دیگه بگم. نان خوردی، خوردی یعنی میخورد، دیگری به زور بازو نان خوردی، اون یکی داداش به زور بازوی خودش، زحمت خودش خرج زندگیش در می آورد. اینجا نان خوردی منظور خرج زندگیش در آوردن. عامیانه میگم، دیگری با زور بازوی خود، یعنی با عرق خود، بازوی خود، توان خود. اینجا تصویرم نشون میده، این مثلا فکر کن داداشیه که پیش پادشاه داره خدمت میکنه، اینم اون داداشیه که با زور بازوی خودش نان میخوره، خب عرق میرزه، سختی میکشه، خیلی سختی داره و فلان داره، و شاید هم درآمد کافی هم نداشته باشه. باری یعنی یه دفعه، یه مرتبه، یک سری، یک مرتبه، یک دفعه. توانگر گفت درویش را، خب اون داداشی که پیش سلطان خدمت میکرد صفت توانگر یعنی پولدار، اون اینگار وضعش خوب بوده، گفت درویش را. درویش صفتی که برای اون داداشی که با زور بازی خودش، یعنی با زور بازی خودش خرج زندگیشو در می آورده. باری توانگر گفت درویش را، یه بار اون داداش پول داره به داداش بی پوله گفت. درسته؟ درویش یعنی فقیر، توحیده است. چرا پول داره گفته؟ باری توانگر گفت درویش را. را اینجا به معنی به است، به اون داداش کم پوله یا فقیر یا توی دسته. که باری توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی. میگه برای چی نمیای پیش پادشاه خدمت کنی تا نشانی رفته اینجا، تا از مشقت، مشقت بچه املاش هم خیلی مهمه، معناش هم خیلی مهمه، تا از سختی کار کردن برهی، یعنی رها شوی، نجات پیدا کنی، راحت بشی. چرا نمیای مثل من پیش پادشاه خدمت کنی تا از سختی کار کردن نجات پیدا کنی، رها شوی؟ جوابش داده، گفت، کی گفت؟ درویشه، داداش فقیره. تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ تو چرا کار نمی کنی تا
تا نشانی ربط. مذلت بچه با دالزال نوشته میشه. مذلت یعنی پستی، خاری، ذلیل و زبون شدن. تو چرا نمیای کار کنی تا از این مذلت، پستی و خاری خدمت کردن به دیگران نجات پیدا کنی؟ که خردمندان، که عاقلان، دانایان، دانشمندان، آدمای فهمیده گفتند نان خود خوردن. آدم نون خودشو بخوره یعنی چی؟ یعنی نون بازوی خودشو بخوره. بازم یعنی چی؟ یعنی آدم بره برای خودش کار کنه، عرق بریزه، حاصل دسترنج خودش استفاده کنه. نان خود خوردن و نشستن، حاصل دسترنج خودش، خودتو رنج بکشی، زحمت بکشی، تلاش بکنی، بری تلاش بکنی و نشستن و بری مثلا تو خونت بشینی و استراحت بکنی و کار روزمره تو انجام بدی. به یعنی بهتر است، بهتر است. آدم زور از زور بازی خودش نان بخوره و بهتره که کمر زرین، کمر زرین یعنی کمر، کمر یعنی کمربند، زرین یعنی طلایی. خب کسانی که میرفتن پیش پادشاه ها و آدم های پولدار خدمت میکردن، خب لباس های فاخری هم میشوند، لباس های خیلی قشنگی هم میپوشیدن. خب الان نگاه کن لباس های این شخص رو نگاه کن، کلاش نگاه کن، لباسش رو نگاه کن و لباس های این رو نگاه کن. میگه بهتر از اینه که آدم مثلا کمر زرین بسته، اینی لباس های خیلی تمیز و خوشگل پوشیدن و حالا اون مثلا اینجا کمر زرین، کمربند طلایی آدم ببنده و به خدمت ایستادن و بری خدمت بکنی به این پادشاه‌های یا افراد، حالا پادشاه‌های ظالم یا ستمگر یا البته خب اگه طرف انسان درستی باشه که خب خدمت کردن شاید اشکالی هم نداشته باشه، ولی اگه طرف خب آدم درستی نباشه خب خدمت کردن خیلی خیلی که چرز کنم مثلا خوب نیست. پس میگه خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن. عاقلان دانایان گفتن آدم زور بازی از زور بازی خودش نون بخوره بهتر از اینه که لباسهای فاخر روشه، کمربند طلایی ببندی یا همچین شیک و خوشگل و شیک و لباسهای شیک و مرتب بپوشه و بره خدمت کنه به افراد پادشاه یا آدم‌های پولدار، که البته اگر اونا آدم‌های خوبی باشن که اشکال ندارم، یا آدم‌های ظالم باشن خیر، میگه بهتر از اینه که آدم بره بینا خدمت کنه. حالا نثر بالا رو میاد به صورت نظم حالا داره به یک نحوی بیان کنه. به دست آهن تفته کردن خمیر. آهن تفته یعنی آهن گداخته، آهن تفته آهن گداخته، آهن سرخ شده، یعنی آهنی که در اثر گرما سرخ 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 میشه. وقتی به یک فلز گرما میدیم استحکامش کمتر میشه. مثلا آهن رو میان داغ 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 میکنن، سرخی میکنن، بعد وقتی پتک میزنن راحتتر حالت میگیره تا زمانی که سرد آهن. چرا؟ چون به نقطه ذوب هی نزدیک میشه. اگه بیشتر دمایی بیشتری بدن، گرمایی بیشتری بدن، قطعا اون آهن ذوب هم خواهد شد. ولی به کم کم اینقدر گرما بهش میدن که سرخ سرخ میشه و وقتی با پتک میزنن راحتتر حالت به خودش میگیره، چون نرمتر شده نسبت. میگه آدم به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. میگه آدم بیاد اون آهن سرخ شده رو، آهن گداخته رو. بچه خمیر، ببین شما تو نونوایی ها میرید میبینید طرف خمیر رو که یک جا جمعه میاد چیکار میکنه؟ قطعه قطعه درست میکنه، با دستش فرم داره قطعه قطعه میکنه، گرد میکنه، میذاره گوشه، قطعه قطعه میکنه با دست.
میگه انسان فکر کن اون آهنه شده خمیر، مثل خمیر شده. میگه آدم بتونه با دست بیاد این آهن رو ورداره، خمیر رو چیکار میکنه زمانی که قطعه قطعه میکنن بعد مسطحش میکنن بعد نون میپزن؟ میگه آدم بیاد اون آهن گداخته و داغ رو با دستش ورز بده، آیا اصلا این کار شدنیه؟ اصلا شدنی نیست. میگه آدم بیاد اون آهن گداخته و سرخ شده رو با دستش مثل خمیر درست بکنه و مثلا حالت بهش بده، بهتر از اینه که به از دست بر سینه پیشمه، بهتر از اینه که بره دست به سینه قشنگ وایسته پیش امیر و یا پادشاه ستمگر یا اون فردی که پول داره پیشش داری خدمت کنی و آدم درستی هم نیست. میگه آدم بیاد با آهن گداخته رو با دستش اینجوری روش کار انجام بده، بهتر از اینی که دست به سینه بره وایست پیش عمرای ستمگر. فکر کن چقدر کار اصلا کار نشونه آدم دستش هم نزدیک بکنه به آهن گداخته، دیگه میسوزه دیگه. وای به حال این که برداره مثلا این کارو بکنه. میگه این کار آدم بتونه انجام بده بهتر از اینه که بره دست به سینه پیش عمر استمگر وایسته. یعنی چقدر سعدی خدمت کردن به عمر استمگر رو بد میدونه که به دست آهن تفته کردن خمیر، به با دست آهن گداخته را خمیر کنیم، به اینجا تا اینجا یه جمله، به یعنی بهتر است، اینجا دو جمله، بهتر است که دست به سینه پیش امیر عمرای استمگر بایستی. عمر گرانمایه در این سر شد، عمر با ارزش ما در این راه صرف شد، یعنی طی شد، یعنی گذشت، طی شد گذشت. تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، تا تابستان چی بخورم و زمستان چی بخورم؟ بچه ها آیا واقعا عمر انسان انقدر انقدر با ارزشه که حیفه که انسان بگه خیلی خوب الان تابستان مثلا چیا بخورم زمستان چیا بپوشم؟ این یک مثال بچه ها داره میزنه، میخواد اینو بگه که آدم اینقدر عمرش اینقدر با ارزشه که حیفه که آدم بیاد عمرش رو به این فکر باشه که خب چه مد لباسی اومده من برم مثلا یا چه لباس شیکی باشم، خب فلان فست فود مثلا پیتزاهاش خیلی خوشمزه است من بلندشم برم اونجا پیتزا بخورم مثلا. یعنی میخواد بگه که آدم حیفه که عمر آدم خیلی با ارزشتر از این است که فقط عمرشو در این راه تیر کنه که من چی بخورم، چی بپوشم، خونم کجا باشه، مدل ماشینم چی باشه، فلان برند موبایل بخرم، فلان برند لباس رو بخرم، فلان. یعنی دنیا خیلی از آدم ها فقط زندگیشون شده که چه برندی بپوشن، چه برند موبایلی دستشون باشه، چه ماشینی سوارشن، خونهشون کجا باشه. الان مثلا دو سال پیش قالی خونم عوض کردم، پرده خونم عوض کردم، مبلا رو عوض کردم، حالا دیگه دموده شد، حالا همه رو رد کنم بره دوباره بخرم. یعنی کلن عمر بعضی ها چشم همچشمی و مصرفگرایی غیره. میگه بابا عمر گران، عمر خیلی با ارزش تر از این حرف هاست. عمر انسان ها کوتاهه، بیاییم از این عمرمون استفاده بهینه ببریم، استفاده خوب ببریم که در راه علم صرف کنیم، در راه کمک به دیگران، در راه محبت کردن به دوستان، به پدر، به مادر، به خواهر، به برادر، به دوستان، به آشنایان، به اقوام، به فامیل، کمک کردن به دیگران، در راه تحصیل علم چیز کنیم. نه اینکه نمیگم اینا نباشه، اینا هم در کنارش هست، ولی نه اینکه آدم عمرشو فقط به این فکر باشه. ای شکم خیره به نانی بساز،
شکم خیره یعنی شکم لجوج، خیره یعنی لجوج، لجباز. منادا میده ای شکم خیره به تکنانی بساز. یعنی چی؟ یعنی کنایه از قناعت. من باید اینو داشته باشم، من اینو داشته باشم، این نباشه نمیشه. من باید فلان چیز داشته باشم، فلان چیز داشته باشم. خب فشار به خانواده بیاری، به پدر، به مادر، خدای نکرده میفته پدر سکته میکنه، به قول معروف افسوسشم نمیارزه. ای شکم خیره، ای شکم لجوج، به تکن به نانی بساز، به تکنانی قناعت کن. خب اینجا میشه جمله، جمله امریه. نه تنها این روی صحبتم با شما نیست، روی صحبتم با خودم هم هست. ای شکم لجوج، به تکنانی قناعت بکن، به کمبودها با کمبودها بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا، تا نیایی به خاطر زیاد خواهی های خودت، به خاطر زیاد خواهی های خودت مجبور نشی بری پیش عمرای ستمگر خدمت بکنی و دست به سینه وایسی هر موقع هم اومد رد شد تا کمر خم بشی و سجده به قول معروف ازش اطاعت کنی. مثلا در فیلم های گذشته هستن که وقتی پادشاه اون فرماندار یا اون حاکم اون شهر داره رد میشه، مردم تا از کمر خم میشن قشنگ سرشون رو، یعنی توی فیلم های کره و ژاپنی نشون میده طرف اصلا پادشاه که رد میشه اصلا کلا به سجده میافتن. حالا اون رسمشون کار ندارم، اون شاید اشکال نداشته باشه، شاید اشکال نداشته باشه، اما مثلا آدم بخواد به خاطر زیاد خواهی های خودش بره مثلا بگم بره مثلا چاپلوسی یک فرد نادانی رو انجام ده، یک فرد زورگویی رو انجام ده، یک آدمی که حق دیگران رو میخوره و بگه مثلا پیشش بره کار کنه و در حد یک مثلا برده کار کنه و هرچی بله قربان بگو چشم اطاعت فلان بیساب، میگه به ای شکم لجباز به تکنانی هم قناعت کن تا مجبور نشی که بری پیش عمرای ستمگر خدمت کنی و تا کمر خم بشی. یعنی قناعت پیشه کنه آدم مجبور نمیشه که بری این کارا رو بکنه. ای شکم خیره یه جمله، به نانی قناعت کن دو جمله، تا پشتت را به خدمت خم نکنی. دوتا یعنی تا نکنی خم نکنی، دوتا یعنی تا نکنی خم نکنی. این هم سه جمله. شیخ مصطفی سعدی شیرازی درس کتاب گلستان، از کتاب گلستان برای اینو میگه و که سعدی معروفه به سعدی شیرین سخن که حکایت های بسیار بسیار زیبایی رو بیان میکنه. موفق باشین انشالله، خداحافظ شما. بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان عزیز پایه پنجم، کار در کلاس صفحه 90 در خدمتتون هستم، با هم میخونیم و کامل میخونیم. کار در کلاس 1: اگر هر مربع یک واحد باشد، 1.84 صدم را با رنگ کردن شکل نشان دهید و جاهای خالی را پر کنید. پس اول میام رنگ میکنم بچه ها. یک واحد کامل یا یه دونه از این مربعهای کامل رو رنگ میکنم. این میشه یک واحد کامل یا 100 تا 1 صدم پر شده. بعدیش 84 تا. پس من چون 84 تا زیاده برعکس 16 تا سفید رو میشمرم، بقیهش رو رنگ میکنم. ردیف اول 10 تا، 1, 2, 3, 4, 5, 6. پس 16 تاشو رنگ نمی کنم، بقیه شکل رو رنگ می کنم که بقیه شکل میشه 84 تا 1 صدم باید رنگ بشه. کل این 84
چهار تا مربع کوچیک باید رنگ بشن که بشه 81 100. حالا میدیم سآلا رو، جای خالی رو پر کنیم. 1.84 از 1 بزرگتره و از 2 کوچکتره. برای رنگ کردن یک واحد 100 تا 100 رو باید رنگ کنیم و برای رنگ کردن 8 80 تا 100 رو باید رنگ کنیم و برای رنگ کردن 400 باید 4 تا 100 رو رنگ کنیم. پس به صورت گسترده بچه ها میشه 1 به علاوه 80 یا 80 دهم یا 800 دهم به علاوه 400 دهم که به صورت گسترده نوشته میشه 1 به علاوه 8 دهم به علاوه 400 دهم. این عدد را روی محور نشان دهید. خب بچه ها واحد ها رو اومده به 10 قسمت تقسیم کرده، دوباره اون 10 قسمتی ها رو هر واحد رو به 10 قسمت تقسیم کرده. پس عدد ما بین 1 و 18 تا 1 و 19. 4 تا میرم جلو، 1 2 3 4، این نقطه میشه عدد 1.84 100. سوال 2، به همین ترتیب الگوها را ادامه دهید. خب بچه ها 15.77 15.78 100 داره اضافه میشه، پس بعدیش میشه 15.79، بعدیش میشه 15.80. بچه ها نگاه کنید، صفر بعد از ممیز خونده نمیشه، خونده میشه ارزشی نداره. یعنی 15.8 برابر با 15.80. سمت راست بعد از اعداد صفر هر چقدر بذاریم عدد ما تغییری نمیکنه. خب بعدیش میشه 15.81، 15.82، بعدیش 15.83، 15.84. پس 100 اضافه میشه. عددهای پایینمون بچه ها عددهای زوج هستن. 34 100، 200 بهش اضافه شده، 36 100. پس الگوش اینه که 200 اضافه میشه. اینجا من می نویسم به علاوه 200 شده هر قسمت. بعدیش میشه 38 100، بعدیش میشه 40 100 که گفتم با 14 هیچ فرقی نمی کنه. بعدیش میشه 42 100، 44 100، 46 100، 48 100، 200 اضافه میشه. دوباره میرسیم به 0.5 یا 50 100، با هم مساوی هست. 52 100، 54 100. فعالیت صفحه 90. یک، جرم یک سکه بهار آزادی 8.133 است یا 8.133 گرم است. میخواییم این عدد رو روی محور نشان دهیم. در هر مرحله محور را بزرگتر کرده ایم تا آن را دقیق‌تر مشاهده کنید. هر بار واحد مورد نظر را به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. بچه ها پس این عدد 8.133 یه عددی بین 8 و 9. اگه نگاه کنید ذره بین اول بین 8 و 9 رو که 10 قسمت بوده نشون میده. مرحله بعد اومده همون 10 قسمت ها رو هر کدوم رو به 10 قسمت تقسیم کرده، پس عدد دقیق تر شده، شده بین 8.1 تا 8.2، بین این عدد قرار گرفته. دوباره بین اینها رو هر واحد رو اومده به 10 قسمت تقسیم کرده تا عدد دقیق تری به دست بیاد که بین 8.13 تا 8 و
14 صدم هست و اگر بازم اونم 10 قسمت که برای شما مشخص کرده مشخص کنیم میشه 8 ممیز 133، عددش میشه 8 ممیز 133 هزارم گرم که جای عدد رو پیدا میکنیم. جای 8 ممیز 133 رو روی محور بالا مشخص کنید که مشخص کردیم بچه ها سه واحد رفتیم جلو و مشخص کردیم. سوال 2، مرتبه هزارم رو به جدول ارزش مکانی اضافه کنید. یک هزارم کوچکتر است یا یک صدم؟ پس میشه یک هزارم. اگه نگاه کنید بچه ها به سمت راست یه واحد دیگه اضافه میکنیم به نام هزارم که جدول ارزش مکانیمون، یه ستون دیگه اضافه میکنیم که میشه هزارم. عدد 8 ممیز 133 هزارم رو در جدول ارزش مکانی قرار دهید. 8 یکانه، 8 رو میذارم روی خطی که یکان و دهم رو از هم جدا کرده، ممیز رو میذارم و یک دهم داریم، 3 صدم داریم و 3 هزارم، میشه 8 ممیز 133 هزارم. رقم های مرتبه صدم و هزارم را بنویسید. صدم 3 و هزارم 3. خب دانش آموزان عزیز، ادامه فعالیت صفحه 90 و توی 91 هستش ادامه میدیم. سال گفته که گسترده این عدد را کامل کنید. 3 ممیز 133 هزارم، 8 به علاوه 1 دهم به علاوه 3 صدم به علاوه 3 هزارم که میشه خود عدد 8 ممیز 133 هزارم. پایین به صورت عدد مخروط نوشته بچه ها 8 و 133 هزارم که 8 به علاوه 100 هزارم که اگه ساده کنیم میشه همون 1 دهم، 30 هزارم که ساده کنیم میشه 3 صدم و 3 هزارم هم که خودش به صورت گسترده و کسری نوشته شده. 10 تا 1 هزارم برابر می شود با 1 صدم و 10 تا 1 صدم برابر می شود با 1 دهم و 10 تا 1 دهم برابر می شود با 1. به همین ترتیب الگوها را ادامه دهید. بچه ها 2 ممیز 137 هزارم شده 2 ممیز 138 هزارم، پس 1 هزارم تو هر مرحله داره اضافه میشه. بعدش میشه 2 ممیز 139 هزارم، 2 ممیز 140 هزارم که گفتیم با 2 ممیز 14 صدم برابره و بعدش باز 1 هزارم اضافه میشه، 2 ممیز 141 هزارم، 2 ممیز 142 هزارم، 2 ممیز 143 هزارم، 2 ممیز 144 هزارم و عدد بعد 27 ممیز 850 هزارم شده 27 ممیز 855 هزارم، پس تو هر مرحله 5 هزارم داره بهش اضافه میشه، تو هر مرحله 5 هزارم که بعدش میشه 27 ممیز 860 هزارم یا 27 ممیز 86 صدم
دوباره میشه 27 ممیز 865 هزارم، 27 ممیز 870 هزارم، 27 ممیز 875 هزارم، 27 ممیز 880 هزارم، 27 ممیز 885 هزارم. الگوی بعدی بچه ها دو صدم داره اضافه میشه، تو هر مرحله دو صدم داره بهش اضافه میشه. پس بعدیش میشه از اول 19، بعد 92، بعد 94، بعد 96. پس 200 داره بهش اضافه میشه. 98، بعدیش میشه 100، دو رقم ممیز داره، یعنی 1.20 یا خود عدد 1. پس 1.20 یا 1 بعدیش میشه 1.02، بعدیش میشه 1.04. پس 200 اضافه میشه. و مرحله بعد این دفعه بچه ها کم میشه، تو هر مرحله 500 کم میشه. اولیش اگه 40 یا 14 بوده، 500 ازش کم شده، شده 35، 500 دیگه کم شده، شده 0.3 یا 30، بعدیش 500 کم بشه میشه 25، 500 دیگه کم بشه میشه 0.2 یا 20، بعدیش میشه 15، دوباره منهای 500 بشه میشه 10 یا 0.1، دوباره 500 اگه کم بشه میرسیم به عدد 500. کار در کلاس صفحه 91 سال 1ش. 2.945 یا 2.945 هزارم را روی شکل رنگ کنید. این عدد یعنی 2 تا 1 و 9 تا 1 دهم و 4 تا 1 صدم و 5 تا 1 هزارم. پس میایم روی شکل رنگ میکنیم. 2 واحد کامل بچه ها رنگ میکنم، 2 واحد کامل رو رنگ میکنم که همه این مربع میشه 1 واحد کامل. اگه 100 قسمت هم شده بود 100 تا 1 صدم، اینم همینطور. و 2 واحد کامل هر رنگ کردیم و بعدیش دوباره کل شکل باید رنگ می شد و هر کدوم از این کوچیک ها خودشون به ده قسمت تقسیم شده بودن، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، 10 تا 100 تا. حالا اگه یکی از اینا که اون بالا هستش به 10 قسمت تقسیم شده باشه، 5 تا از اونم باید رنگ بشه. پس ما یه دونش رو خالی میذاریم، بقیه رو رنگ میکنیم. دوباره اون یه دونه ای که خالی میمونه، اون یه دونه ای که خالی مونده دوباره خودش به 10 قسمت تقسیم شده و 5 تا از اینا، 1, 2, 3, 4، 5 تا از اینا رنگ شده که تقسیم شده و عدد 2 واحد کامل 9 تا 10، 1 دهم، 4 تا 100 و 5 تا
1000 تقسیم شده. البته 995 من باید اینجا 5 تا از اینا رو در نظر می گرفتم، 5 تاشون رو خالی می زاشتم، 1, 2, 3, 4, 5 تا و یکیشم یکی از این 5 تاییام دوباره همونطور که رو شکل میبینید خودش به 10 قسمت تبدیل میشد و نصف اونم رنگ میشد که بشد 2,945,000. جدول پایینو روش عددهایی که با ضرب حساب کرده اون رو کامل میکنم. 2 ضرب در 1 که شده 2، 9 ضرب در 1 دهم میشه 9 دهم، 4 ضرب در 1 صدم میشه 400، و 5 ضرب در 1 هزارم که میشه 5 هزارم. و عدد 2,945,000 به دست میاد. هر جفت عدد را با هم مقایسه کنید، می توانید از جدول ارزش مکانی کمک بگیرید. خب بچه ها، عدد اول 3,27,000 با 3,27,000 یا 270,000 مقایسه می کنیم. خب 3 که یکانشون یکیه، 10 اولی 0 سمت چپ، سمت راست 2، پس عددمون میشه بزرگتر. عدد بعدی 13,74، 13,74 صدومو میخوایم مقایسه کنیم با 4,215,000. بچه همینطور که میبینید رقم 13 دهگانش یکه، ولی دهگان این عدد چیزی نیست یا صفره، پس 13,74 بزرگتر میشه. عدد بعدی 1/10، یکانمون صفره، 1/10 داریم و بعد از دهم هم میتونیم هر چی باشه صفر قرار بدیم چون عددی نداره. با 25 صدم میخوایم مقایسه کنیم یا 250,000. پس صفر که دوتاشون یکیه، 1 از 2 کوچکتره، پس 25 صدم از 1/10 بزرگتر هستش. عدد بعدی 3,06 یا 3,06 صدم با 3,056,000. خب 3 که دوتاشون 0 رو دارن 0/10 هستش. صدم اولی 6، صدم دومی 5، پس 3,06 صدم از 3,056,000 بزرگتر هستش. 2,450,000 با 2,45 صدم، 2,45 صدم. گفتیم بعد از اونم صفر بذاریم خونده میشه ولی ارزشی نداره، یعنی همون 2,45 صدم با هم برابر هستن. عدد سمت چپ 30 عدد صحیح و 7 صدم، 30 عدد صحیح و 7 صدم با 0,37 صدم. خب همونطور که میبینید عدد 30 بزرگتر از 0، پس این عدد بزرگتر میشه.